13 بدره. با هم دیگه اومدیم بیرون، تصمیم گرفتیم که یه کوهنوردی داشته باشیم. این مسیر رو بریم بالا، نشون بده. این مسیر رو بریم بالا، بعد از اون ور کوه که میایم پایین، اونجا یه پیکنیک داشته باشیم. اینجوری هم کوهنوردی هم 13 بدر. و وقتی که رسیدیم میخوام در مورد مهاجرت هم یه صحبت کوتاهی باهاتون داشته باشم که مهاجرت آری یا خیر. پس با من همراه باشید، بزن بریم. اول راه اینجوری میرخصی ها میتی کمان برو بالا ببینم تا آخرش هم میرخصی. زمانی بود که ترکیه به خاطر نزدیکیش به ایران و واحد پولیش و خیلی شرایط دیگه مقصد مهاجرتی خوبی واسه ما ایرانی ها بود. اما به نظرتون هنوزم اینطوریه؟ اگه مثلا 5 سال پیش میخواستی مهاجرت بکنی به ترکیه، شاید راحت با 20-30 میلیون میتونستی این کار انجام بدی. ما خودمون هم همین کار کردیم. ما یه سفر اومدیم ازمیر که تحقیق کنیم و ببینیم شرایط چطوره. خب اینقدر عاشق شدیم با همون هزینه‌ای که برای سفرمون گذاشته بودیم کنار، اینجا خونه اجاره کردیم و برگشتیم. یعنی تو اون دوره اگر موقع مهاجرت حداقل اندازه 2-3 ماه اجاره خونتو با خرج خونتو داشتی که حالا اون 2-3 ماهو بخوای عجیب بخوری تا اینکه یه کاری پیدا کنی و بتونی درآمد داشته باشی، کافی بود برای مهاجرت. مصاحبه‌های اداره مهاجرت خیلی راحت تر بود، خیلی از شهرها هیچ مصاحبه وجود نداشت، فقط مدارک رو سند میکردن، پست میکردن و براشون کلیکشون میومد. نسبت ارزش لیر به دلار حدود 5-6 بود، یعنی 5-6 لیر بود. تورم خیلی کمتر بود، تعداد خارجی ها اینقدر تو ترکیه کمتر بود که کارهایی هم که خارجی ها میتونستن پیدا کنن خیلی راحت تر بود. وزارت کارم برای دادن اجازه کار اینقدر سخت نمیگه. شروع شرایط بد اقتصادی ترکیه شاید از بعد از کرونا بود. البته ترکیه بدشانسی دیگه هم آورد، اونم نزدیکیش به اوکراین و روسیه بود که سر جنگ اوکراین و روسیه یه اتفاقات جدیدی هم توی ترکیه افتاد. چرا؟ چون سهم خیلی زیادی از صادرات و واردات به این کشورها داره و اینکه کلی هم مهاجر از سمت این کشورها به سمت ترکیه سرازی شد. نمونه که یه سری از سیاست‌های اشتباه دولت هم به این قضیه دامن زد. یکی حذف کردن اقامت روی اجاره بود، یعنی اقامت توریستی رو حذف کرد، بعد اومد قیمت شهروندی رو برد بالا، بعد اومد برای اقامت روی خرید ملک چیز گذاشت. چی گذاشت؟ کف قیمت گذاشت. یکیش هم کم کردن سودهای بانکی بود. خب اتفاقی که اینجا افتاد این بودش که یهو قیمت خونه ترکید. یهو در عرض 1-2 سال 6-7 برابر شد قیمت ملک و تمام سرمایه ها رفت به سمت خرید خونه و تورم رفت بالا. بعد از انتخابات سال گذشته با اینکه رئیس جمهور تغییر نکرد، ولی سیاست های دولت 180 درجه تغییر کرد. اومد چیکار کرد؟ گفتش که اصلا من قید مهاجر رو، سرمایه‌ای که میخواد از سمت مهاجر بشه رو میزنم. بنابراین اومد در واقع سرمایه گذاری رو از سمت خونه به
حساب‌های بانکی برگردون. چیکار کرد؟ اومد سود حساب‌های بانکی رو برد بالا که مردم پول بذارن تو بانک و به جای اینکه برن خونه بخرن پولشون رو می‌ذارن تو بانک و سودای کلونی می‌گیرن. اینطوری تا حدودی هم موفق شد، ولی تورم همچنان وجود داره. به نظر من تا بخواد اثرات این تغییرات روی تورم دیده بشه و قابل لمس بشه یه یکی دو سالی طول می‌کشه. همه اینا رو گفتم که بهتون بگم ترکیه قید مهاجر رو، سرمایه‌ای که از سمت مهاجر میخواد به کشورش بیاد و خیلی وقته که زده، و اتفاقی که الان این وسط افتاده اینه که مهاجرت الان نسبت به 5 سال پیشی که ماها اومدیم خیلی سخت‌تر شد. در حال حاضر متاسفانه پیدا کردن کاری که درآمدش خوب باشه کفاف زندگی یه خانواده رو بده خیلی خیلی سخت شده. نمیگم غیر ممکنه، تو این دنیا غیر ممکن وجود نداره به نظر من، ولی متاسفانه خیلی سخت شده. الان ممکنه که بگی خب با اقامت دانشجویی میام. اینم ممکنه، با اقامت دانشجویی هم میتونی بیای، هزینه‌اش خیلی کمتره، اما هزینه‌اش صفر نیست. چرا؟ چون گرفتن اقامت دانشجویی توی دانشگاه دولتی ترکیه که پذیرشش خیلی سخته و دانشگاه‌های خصوصی هم که هزینه‌شون دلاریه، یعنی با شهریه دلاری پرداخت می‌کنید، و اینکه نمی‌شم که یه دانشگاه رو سوری ثبت نام بکنید و اصلا کلاس‌ها رو شرکت نکنید، چون تمدید اقامت دانشجویی هم خیلی سخت شده به این صورت که شما باید توی کلاس‌ها شرکت کنید و حتی ریز نمراتتون رو به اداره مهاجرت ارائه بدید. در مورد اقامت دانشجویی و پذیرش توی دانشگاه من یه مصاحبه دارم با دانشجوهای عزیزی که پذیرش گرفتن از رشته‌های مختلف توی ترکیه، اینجا براتون لینکش رو میذارم که اگه دوست داشتید اونم ببینید. مرسی که تا اینجای ویدیو تو این روز فوق‌العاده با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.